سلام بر شما دوستای عزیز. در این ویدیو با آموزشی دوختی روی جالی برای پای شلوار در خدمت شما هستم. اینجا شروع نیم به دوختن. اول دو تا تار میگیریم، داخل چند دور دوخت های رفت برگشتی انجام میدیم تا ای کاملا پر شنه. بعد در مرحله بعدیشی دو تار دیگه اضافه نیم، یک تار از این طرف یک تار از اون طرف. اینجا از مرکزی گل شروع بدیم به دوختن. داخل از این خانه را چند دور کوب مونیم تا این خانه کامل پر شنه. دوخت از این مدل بسیار راحته. مرحله بعدی هم از دو طرف یک تار اضافه مونیم و ایر به همین صورت چند دور دوختی رفت برگشتی. در هر مرحله یک تار زیر سوزن میگیریم، یک تارم روی سوزن. در مرحله بعدی بازم تارایی را که دفعه قبل زیر سوزن گرفته بودیم روی سوزن و تارایی که زیر بودن رو میگیریم، داخل زیر کوک مونیم تا ای کاملا پر شنه. حالا اینجا یک چهار تاری رو اینجا کوکیدیم، نصفی همون مرحله قبلی رو گرفتم، یک تارم از این طرف اضافه کردم، این چهار تاری که پر شد. حالا نصفی دیگه زوره مثل هم مرحله قبل کوک مونیم، همون اندازه دوختی قبلیه. حالا این طرف شیره در هر مرحله یک تار از دو طرف کم مونیم تا دوباره به همون دو تار برسه، کاملا شبیه از اون طرف شنه. داخل از اینا را ما چند دور دوخت های رفت برگشتی انجام میدیم تا این خانه ها کاملا پر شنه. در این مدل دوخت اگر تار ما باریک باشه، تعداد دوخت های را که کوک مونیم بیشتر باشه، این کوک شکل تر میه، قشنگ تر میه. تار خرا زیر زی کوک آرد مونیم این طرف تا اینجا یک چهار تاری که او طرف دوخته بودیم، اینجا هم همون چهار تار را کوک مونیم که ای به صورت یک چارگوش جور شنه. حالا یک چارگوش از مو تکمیل شد. این روز دوری کوک از مویه، ماز دیگری دورش کوک مونی میره. حالا شروع نیم که در چارگوش های زی شاخه های گلش را کوک کنیم. از این قسمتی وسط از یک طرف شروع نیم. اینجا اول هشت تار را میگریم، همین هشت تار را چند دور داخل از خانه را ما از این دخت ها انجام میدیم تا این خانه کاملا پر شنه. البته بستگی به همی سونی داره که استفاده نیم. اگر سون از مو خیلی باریک باشه، تعداد دخت هایی که ما روی زی انجام میدیم بیشتره. اگر سون ما سونی باشه که خیلی باریک نباشه، تارش لوک باشه، میتونیم با یک دور دو دور که داخل از این کوک کنیم کامل پر میشه. حالا در کنار از او یک کوگی از سه تاری اینجا کوک مونیم. از او طرفشی برابر بود، از این طرفشی سه تار مایی را کوک مونیم. اینجا دو تار کنار هم کوک مونیم تا همون شاخه ای که طرف جور شده او طرف هم جور شده. بلندیش باید به اندازه زی شاخه ای باشه که اینجا هشت تار کوک کدیم. اینجا پنج بار همینطوری دو تار پر مونیم. پنج خانه را به همین صورت پر مونیم تا بلندیشی اندازه ازی شاخه ای که اینجا دوختیم اندازه ازی شونه. حالا تار را زیر از دوخت ها رد مونیم تا مرحله بعدیش را کوک کنیم. مرحله بعدیش را از گوشه از سی کوگه که دوخته بودیم از این گوشه شروع نیم به دوختن. دوباره هشت تار کوک مونیم، یعنی از این دوخت قبلی دو تار ما اضافه تر میگیریم. از بلندی از دوخت قبلی دو تار
اضافه تر روی زی مرحله شی کوب مونیم. این خانه را هم چند دور همینطوری کوب مونیم تا ای کاملا پر شنه. ادامهش دیگه کاملا مثل مرحله قبل، اینجا دوباره یک سه تار رو پر مونیم یک خانه همشه. و مثل همون پایین این سه تار رو که پر کردیم، حالا دو تار کوب مونیم که بلندیشی اندازه از شاخه پایینی شونه. البته از او شاخه پایینی دو خانه اضافه تر کوب مونیم چون از او طرفش کم شده. ایر به همین صورت ادامه میدیم تا دو خانه از او شاخه پایینی اضافه تر اینجا کوک کنیم. این دو خانه از شاخه پایینی اضافه تر کوک کدوم، این طرفش هم همینطوری دو خانه اضافه تر بود. حالا تا رای خرا از زیر زی کوک های قدیمی رد مونیم تا در قسمت وسطش بیریم و شاخه بعدیش را کوک کنیم. اینجا هم از روی همون کوگی که سه تار بود در مرحله قبل شروع نیم و این طرفش هم دوباره دو تار دیگه اضافه مونیم. اینجا ببینید دو تار از دخت قبلی اضافه تر دیگه. این مراحلش همهش مثل همه، فقط باید دقت داشته باشیم که کجاها تارهایش کم میشه یا کجا زیاد میشه. این دخت خیلی راحته و کاربردهای خیلی زیادی هم داره. برای پایین شلوار زنانه خیلی استفاده میشه. برای پایین دامن میتونیم روی جالی از اینا کوک کنیم، بعد روی پارچه نصب کنیم. برای دامنهای گیرد، برای دامنهای پنجابی یا خن از این مدل میتونیم جور کنیم. برای سراستین میتونیم از این مدل کوک کنیم و برای سر چادرهای گاج از این مدل خیلی زیاد رواج و قشنگ معلوم میشه. هم میتونیم برای روی سرش از این سر تا اون سر رو بگیریم، هم میتونیم برای دو طرفش در جای بافت از این مدل کوک وصل کنیم. این مرحلهش هم کاملا مثل دو تا مرحله قبل، اول اینجا اینو دوختیم، بعد یک سه کوک دوختیم و ادامهش پنج خانه به سمت این طرفی کوک کردیم که دو خانه از پایین اضافه تره. حالا دوباره سر تار خورا زیر زی کوکو محکم مونیم و میریم در مرکزش که از اونجا مرحله بعدی را شروع کنیم. اینجا دوستان دقت داشته باشید سه مرحله را که کوک کردیم دو تار اضافه میکردیم از دو سرشی، از این به بعدش دیگه یک تار اضافه مونیم. اینجا دو تار اضافه میکنیم در دو مرحله، ولی از این به بعدش دیگه کلن یک تار اضافه مونیم از دو طرف. هم از این طرف یک تار اضافه مونیم، هم اون طرف رو که کوک کردیم یک خانه اضافه تر کوک مونیم که تا آخرش دیگه به همین صورت ادامه پیدا نه. بقیه جاهایش دیگه مثل همه. این بلندی از این طرفش که کوک کردیم در مرکزیش یک سه تار کوک مونیم و او شاخه او طرفی را ادامه میدیم به کوک کردن. شاخه او طرفیش هم از دو تار همینطور پر کده موریم تا از اون مرحله قبل یک خانه اضافه تر دختیم و تار خود زیر زی کوک ما کم کدوم موردم در وسطیش. اینجا هم یک تار اضافه تر از مرحله قبلی کوک مونیم. اینجا یک تار اضافه تر کوک کردیم. اینجا هم همین سه تاری که در قسمت وسطش کوک شد امیر کوک مونم و دوباره دو تار کوکیده مورم تا و شاخیش هم جور شنه. حالا دوباره اومدم در وسطش، این دفعه هم یک تار از دخت قبلی اضافه تره.
ایران مثل دختهای قبلی همینطوری چند دور کوک مونیم تا این خانهش هم کاملا پر شنه. و همین زیتاری وسط شیره کوک مونیم. حالا این طرف شیره دوتار دوتار کوک مونیم تا یک خانه از ردیفی پایین اضافه تر شنه. اینجا هم یک تار از مرحله قبلی اضافه تر کوک مونیم. بعد همون سه تاری که در قسمتی مرکزش دوختم شد همون سه تار رو کوک مونیم. حالا این دو کوک گیش را یک خانه از خانه پایینی اضافه تر. مراحل از اینجا تمام شد. حالا اینجا دو دنه دو خانه دو تاری روی هم کوک مونیم. یک دو تاری اینجا در شاخزی کوک مونیم. بعد یک دو تاری دیگه در کنار از او یک تار از او قبلی میگیریم. یک تار هم از بالا اضافه مونیم. اینجا کوک مونیم. دیگه ای برگ از ما کاملا تمام شد. ما در چهار طرف از ای مثل همین کاملا برگ های را کوک مونیم و در ادامهشی خانه بعدی را که بخواهیم کوک کنیم از شاخه همین برگ چسبیده یه. حالا سری تارخ را زیر زی دخت ها محکم مونم که دختیم براحتی باز نشنه. یه از دیگری طرف کاره اینی طرف روز دور شه. این برگ های ما به این صورت شد. حالا این چهار طرف شرم ما مثل همین کوک مونیم که گل ما کامل شنه. سه طرف دیگه شرم ما دختم به این شکل شد گل ما تکمیل شی. حالا گل های بعدی رم که بخوایم کوک کنیم از شاخه های همینا وصله. این دو طرف از این ما شیرجه مبروم. شیرجهش دوتاری دوتاری کوک کدوم خیلی کتکتا اومد. یک تار یک تار کوک مونم. وسطش هم دوتار فاصله داره. حالا روی سوزن در هر مرحله یک تار میگرم که شیرجهش یک مقدار ماین تر و ایر همینطوری دو طرف از این ادامه میدیم تا آخر شیرجن. حالا اینجا ره اینی خانه های خالی دو طرف از این را پر کنم. اینجا هم از دو تار شروع نیم بدوختن. دو خانه دو تار را میگریم. همی خانهش که کامل پر کدوم چند دور کو کدوم. بعد خانه بغلیش یک تار از پایین از دخت قبلی میگرم. یک تار هم از بالا اضافه نم. و یک خانه دیگه هم اینجا کاملا پر مونم. این خانه را چهار دنه همینطوری کنار هم ادامه میدیم. چهار خانه را به همین صورت پر مونم. بعد چهار خانه دیگه به این سمت تا اینجا یک چهار گوش جور شنه. بعد مرکز دو در وسط دو چهار گوش را هم کامل پر مونم. حالا این چهار دنه را دوختم. دامش را به این سمت کوک مونم که برابر از او پایین شنه. این چهار خانه از ما کامل شد. حالا قسمتی وسط شرم یک چهار تار کوک مونم و یک دو تارم دو طرف شه. حالا این دو تا گول از اینجا به هم وصل بود. وسط از این خالی منده. این خالیگی وسط از این را میخواییم اینجا یک گول ریزه کوک کنیم که خالیگیش پر شنه. اینجا کاملا از وسط شروع دیم. اول یک دو تاری اینجا کوک مونیم. باید از دو طرف حساب کنیم که کاملا وسط را پیدا کنیم که گول ما کج نشنه. این مدل دوخت باز کردنش خیلی کار مشکلیه. باید دقت کنیم که اشتباه کوک نکنیم. اگر اشتباه شد دیگه باز کردنش خیلی کار سختیه. دو دنه دو تاری دو تاری کنار هم کوک کدوم. حالا یک دنه دیگه به این سمت کوک مونم.
دوخت از این مدل خیلی راحته. باید الگویی را که میخوایم از رویش کوکنیم با دقت ببینیم و از رویش کوکنیم، خاطر از اینکه اگر اشتباهش نه باز کردن از این مدل دوخت واقعا کار مشکلیه. اینجا یک خانه خیلی کوچیک دوتاری ما کوکدون کنار هم به این شکل جور شد. حالا در چهار طرف از این ما در کنار هر کدام از اینا دوتا بر کوکمونم که اینجا یک گل جور شنه و یه قسمتی خالیگی ازمو کامل شنه. اینجا دوتا کوک کوک کدوم، بعد در مرحله بعدیش این دوتا تار، مرحله بعدیش سه تار کوک مونم. این طرفش را همونتا برابر کوک مونم، از دو طرفش یک تار اضافه مونم. مرحله بعدیش هم همینطور، ای طرف شده همون تو برابر کوگمونم، از او طرف یک تار اضافه مونم که وول ما در او یک برگش کلانتر شنه در هر مرحله. حالا از این طرف یک تار کم مونم، او طرف را همون تو برابر مبروم. از این طرف شی در هر مرحله یک تار کم مونم که دوباره به همون دو تاری که از اول بود به همون دو تار برسه. دوباره از این طرف یک تار کم کدوم. حالا همون خانه دو تاری ما رسید و یک گل وصل شد به از این شاخه های کلان. باید از چهار طرف شی به همین صورت شنه. حالا تارخ را زیر از اینا رد مونم که از او طرف شد روز دور کار معلوم نباشه. شروعنم که برگ بعدی را اینجا کوک کنم. برگ بعدی را دوباره از کنار همون از دو تاری شروعنم کاملا شبیه از او اینجا هم یک دنه برگ کوک مونم. اینجا یه برگایی دو طرف شده از بلندیش کوک مونم. اول اینجا چهار تار رو میگریم، برگای طرفیش از بلندیش دختم شه. اول چهار تار رو میگریم، یک خانم شه، این خانه رو که کامل پر کدوم، یک چهار تار دیگه در کنار رو زکوگ مونم، یک تار از او طرف کم مونم و یک تار از این طرف اضافه مونم که همون چهار تار شنه. یک خانه دیگه هم به همین صورت کوک مونم، یک تار از او طرف کم مونم، یک تار هم از این طرف اضافه مونم که این برگ ما هم تکمیل شنه. این برگم کامل شد. دوباره تارخ را زیر زی دخت ها در قسمت وسط شما بریم که تا برگی مقابل زیره کاملا شبیه خودم زی کوک کنم. از این گوشه زی دخت شروع مونم، همین برگ مقابلش را اینجا هم کاملا مثل اون طرف این برگ دختم و حالا دوتا برگ اینجا مثل از اون دوتا برگی که اول دخته بودم مثل از اونو اینجا کوک مونم. الان نصفه گل از مو کوک شده، نصفه دیگهش هم کاملا شبیه همون کوک مونم. اینجا دوتا مثل مقابلش، دوتا هم این طرف مثل همین این طرفش. این گل از مو اینجا کامل شد، روز طرف کار به این صورت شد. ما این دختها را کامل از دیگری دورش کوک مونیم و کلا جاهای خالی وسط های زیره به همین صورت کوک مونیم. حالا دو طرفی شیرجه را اینجا یک سری دندانک های کوک مونم که یک مقدار به زیبایی کار ما اضافه تر شنه، قشنگ تر شنه. از کنار زی دندانک ها اول سه تار میگروم، این سه تار را که خانهش پر کدوم، بعد یک تار از همون دخت قبلی، دو تار هم از این طرف اضافه مونم، یک سه تاری دیگه پر مونم تا
مرحله بعدیش هم همینطور یک تار از دخت قبلی، دو تار هم از این طرف اضافه مونم و یک خانه دیگر پر مونم. حالا همینو به سمت دندانک ها دوباره یک تار از دخت قبلی میگیرم، دو تار هم از این طرف یک خانه دیگر پر مونم. این را به همین صورت ادامه میدیم تا آخر جره. او طرفش هم همونطور. دوستان عزیز، یک چیزی که یادم رفت بگیم، همین شیرجیز یا شیرجیش را ما همیشه از روز دهوری کوک کوک مونیم، ولی بقیش را این دندانک هایش که حالا کوک مونم، گل هایی که وسطش کوک کدوم، اونا را همه را از دیگری دهورش کوک کدوم، فقط شیرجیزی از روز دهورش دخته شده. این به همین صورت ادامه میدیم. حالا دخت ما تکمیل شد، به این صورت شد. این روسته ورشه فقط شیرجای دو طرفش از دیگری دورش کوکش، از روسته ورش کوکش ده، دیگونش کلش از دیگری دورش کوکش ده. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کنید و دوست داشته باشید. تا ویدیوی بعد، خدا حافظ.